سلام جلال بهتر از قرص خورشید و مشعلداران هنر و طلایه‌داران فرهنگ و تمام شما بینندگان ارجمند. هرچند فصل زمستان است و وزیدن باد سرد و برف و تگرک، اما قلب‌های من، احساس و افکارمان از گرمای عواطف زنهار تهی مباد. این گرمای قلب و این عواطف درونی است که ما را به هم پیوند می دهند و در راستای همبودی ها و همگرایی ها و عواطف هرگز خالی مباد. آری، در راستای همبودی ها و همگرایی ها و حتی آفرینش هنری می کشاند. این گرم ها، این گرما و این محبت ها و این انسان دوستی ها و عواطف هرگز قلب های من خالی مباد. یارب این قلب های من را با عواطف و با مهربانی به هم دیگر جلاینده تر و پاکیزه تر کن. بدین التماس روزنه را در می گشاییم و ره توشه های ارمغانی این برنامه را به پیشگاه شما قدردانان تقدیم می داریم. این بار ما باز هم از رفتگانمان در آغاز سخن میگوییم. تاریخ مرده هنرمند عزیز کشور ما سال 29 نوامبر، معذرت میخوایم، سال 29 نوامبر سال جاری، سال رحلت هنرمند عزیز و والا مقام ما رحیم جهانی فقید بود که یک سال از خاموشی آن هنرمند چیره دست و خوش صدا و تحصیل کرده ما در رشته موسیقی می گذرد و یک سال تمام ما را به داغ نبود خیش علمناک گردانیده است. ما روحشان را شاد می خواهیم و برای هنرمند عزیز بانو سلما جهانی و رهی جهانی فرزند رشیدشان صبر و شکیبایی تمنا داریم و صحت و موفقیت بی پایان می طلبیم. هاکذا چند روز قبل بی بی حاجی کریمه، خواهر دوست عزیزم، همکار روزنه بانو عطیه جوینی و راحله جان این جهان فانی را ودا گفت و به ابدیت پیوست که ما برای خانم عطیه جوینی و راحله جان و تمام خانواده این عزیز، این بی بی حاجی، این زن متدین و پرهیزگار و خدمتگزار تکایا و مساجد ابراز تسلیت عمیق داریم و برای این
بی بی آجی عزیز که در روز ختمشان ارانچی مدویین و مهمانانی که تشریف آورده بودن و سوکوار بودن از اوصاف نیکویشان یاد می کردن. خوشا آنکه با چنین اوصاف از این جهان می روند و هم آخرت نصیبشان می گردد و هم حاضرند. ما برای بی بی حاجی کریمه بهشت برین تمنا داریم و خانه ابدیشان را در پرتو نور پروردگار همیشه نورانی می طلبیم. و دوستان، در تاریخ 14 ماه نوامبر مجلس شاندار در یکی از رستوران های خوب بی ایریا به نام انار برگزار کردید که این مجلس، طوری که بر شما قبلا در برنامه ها تذکر داده بودم که مبارزه علیه ازدواج صغیر برا افتاده است و انجمن بسرکردگی و به طرز تفکر جناب دکتر فرید یونس ایجاد شده است و این انجمن در 14 نوامبر سال روان افتتاح گردید و در اینجا البته که تنها با موجودیت یک شخص این کارها امکان پذیر نیست. در اینجا انجمن یا اتحادیه افغانا که در رأس با نورانا پوپل تشریف دارند و از دفتر دسترک اتونی حلمیدا کانتی بانو ناهید آریا در اینجا فعالیت بسیار برجسته داشتند و همچنان دختر خانم نازنین دوش چه فعال دارند و ما به می ارتباط که در هفته آینده انشالله جناب دکتر فرید یونس مهمان ما خواهند بودند و در زمینه البته به گونه مفصل و مشرح صحبت خواهند نمودند، ولی این بار یا در این برنامه ما بانو ناهید آریا را دعوت کردیم به خاطر ای که ناهید آریا بسیار بر ما در قلب توجه کرد که یک متن بسیار زیبا شعرگونه ساخته بودند که با خانم امریکایی که بعدا خودشان در مورد صحبت میکنند، خود خانم نایی داریا ایره خواندن به زبان انگلیسی و یک عده از مهمانان خارجی از نایجیریا و از امریکا و از اینجا و از دفاتر بسیار رسمی ملل متحد و اینا را دعوت کرده بودند که برای ما بسیار جالب و دلچسب بود که تصاویر نشان دادن و اینا هر کدام در یک قسمت تجسس کردن و دکتر هم در اینجا بودن که چه خوب است از زبان خود دستندرکار ای موضوع یا ای بخش که محترم ناهید آریاست بشنویم. ناهید جان بسیار خوش آمدین، خدمتتون سلام عرض میکنم و ممنون از لطفتان که هر وقت با این مسئولیت هایی که دارین صدا میکنیم، شما صدای ما رو خالی نمیمونید. تشکر زکه جان از اینکه موقعی رو مساعد میسازین و میخواین که آواز مردم و گوش جهان برسانین و مخصوصا این موضوع ازدواج اجباری واقعا یک عمل شوم است که ما باید به این خاتمه بدیم و این واجبه ملی و انسانی هر فرد افغان یا هر فرد جهان است که در این مبارزه با هم اشتراک کنند، سهم بگیرند و این را آغاز ما آغاز نکدیم، آغاز میکنیم اما هیچ وقت پایان نداره. بله ما ادامه میتیم تا وقت میداریم و در این زمان از دیگران دعوت میکنیم که بیاین در این مبارزه اشتراک کنند تا به این ازدواج یا به سنت شوم ازدواج اجباری خاتمه بدیم. خب شما در اونجا یک تعداد از خانم های بسیار چیز فهم و که
تا اونا در این زمینه اگر صحبت بکنین که کیها بودن، چی هدفشان بود و چی تصمیم دارن که در آینده برای اطفال جهان و در مجموع برای و برای چیزی که اطفال در زیر ستم است و به خصوص در مورد اطفال افغانستان یا نوجوانان افغان که تحت امی خشونت قرار دارن صحبت کنیم یا صحبت البته کردن. البته به طور خلاصه اگر بگویم، ما خودم به دفتر United Nations Women Association منبرش هستم بله. سال هاست و این خانمایی که اونجا تشریف آورده بودن اینا هر کدامشان در یونیسف و یونایتد نیشن اینا نقش بسیار مهمه در قسمت حقوق بشر یا اجرا کردن و این یک کاریست که تنها در افغانستان نیست، در تمام ممالک که در جهان تقریبا زیادتر از 700 میلیون زنان و اطفال است که به این مصیبت دچار هستن و 140 مملکت وقات که ازدواج اجباری و اطفال خرد از این صدمه دیدن یا فعالیت دارن و آل میخواین که امرای افغانستان یک کمک ازشان به کمک خواستیم که امرای ما یک جای چون تجربه خود استفاده کنن که ما به این کار چگونه شما پیشرفت کنین در ایران؟ در ایران از طریق اول که یونیسف یا یونایتد نیشن در این انوار بسازیم اونا میتونن که از طریق میدیا یا از طریق یا قانون یا چطور یک منشور ملل متحد یا جلسات ملل متحد میشه اینا این موضوع را پیشنهاد کنن سر از این غور شوه. بسیار خوب. و در این زمان ما هر شخصی که یا هر فردی که در این موضوع تجربه دارن بیاین و نظریات خود بگوین و از روی تجربه که در زندگی یا صلاحیت هایی که دارن در چین و دولت افغانستان چی در قسمت ایجوکیشن یا تعلیم تربیه و چی در قسمت صحت و سلامتی تجربه دارن بیاین گپ بزنن و بر مردم یک آگاهی بدن بله، از موضوع آگاهشان و مردم به این قسمت بیاموزن که چطور مبارزه کنن و مجادله کنن. این خود یک کاری نیست که در ظرف 24 ساعت است. بله بسیار مرحله یا داره تایی شود که تا به این ما بتانیم که موفق شد. بله و یک قسمت از فیلم های مستند را که تهیه کرده بودن هر کدام به نمایش گذاشتن، یعنی که از اوضاع افغانستان زیاد اینا آگاهی دارن. بله رفته بودن سفر کردن بسیار به موضوعات، تنها موضوع ازدواج اجباری نیست، موضوع قسمت زن از حقوق زن که چقدر در افغانستان پامال میشه بله. خشونت هایی که در مقابل زن شروع و این ازدواج تنها برای از این نیست که یک طفل از او صدمه ببینه، آینده زن در خطر است. تمام خشونت ها اینا از تعلیم و تربیه میمانن، از زندگیشون مثل از این که نصف میشه خلاص میشن و اینا به سن 30 سالگی نمیرسن، بسیاری از اینا به سر مریضی به سر وقعات دیگه اینا از بین میرن. همین یک خانم دکتر هم تشریف داشتن بله. که در زمینه ازدواج اجباری یا ازدواج دخترکای نابالغ بله. با مردان مسن صحبت‌های بسیار جامعی کردن که بسیار او خانم به نام ورانیکا است که خودش در برکلی یونیورسیتی پروفیسر اولی چالد ایژوکیشن است و خودش هم مبارزه کرده بود در نایجیریا چون در مملکت نایجیریا این وقت است و او با اینسی به نام امو تکلیفی یا زخمی که هست به نام ما در افغانستان به نام زخم ناسور میگفتیم که اونجور نمیشد به نام ناسور مسانه و راجع به او چی میدانیم که مسانه و یا رحم امو تفل
رحم. تو وقت هنوز رحم ندارن دیگه و قطع او هنوز تکمیل نشده. تکمیل نشده. چرا؟ و این مریض ها به نام وی وی اف میگن که یک نوسور غیر عادی است که در بین مثانه و جهاز تناسلی پیدا شده و میگذارد ادرار مریض به طور غیر ارادی در جهاز تناسلی و ترشح کنه. او باعث انفکشن میشه. بله. و برعلاوه تاثیر ناگوار تیبی، این بیماری اغلب تاثیرات عمیق روانی بر بیماران خود بجا میگذارد و در مناطقی که مراکز صحی و بهداشتی برای زنان موجود نیست و به سر میبرند، بیماری ناسور مثانه زیادتر دیده شده، به این معنی که بعد از چندین روز وضع عمل دشوار و یا بعد از ولادت طفل یا نوزادی که برای مجرای زایمان مادر بزرگی میکند، برغشای بدن مادر فشار آورده و در نتیجه منهایی که البته در اینجا به صورت زخم زایمان شناخته می شد و آن انگام است که وضع عمل دوامدار و طولانی نوزاد بر لگن خاصره مادر فشار میرد و این کار جریان خون را به جدار ویکس و وجاینال متوقف و بند ساخته و به این ترتیب بافت و انسجا و انساج وجود صدمه میبینند و انساج میمرند و سوراخهایی به جای میگذارند که این سوراخها امان زخم نوسوره و این امان و آن زخم میتواند که از نتایج یک تجاوز خشونتبار جنسی نیز به وجود بیاید، نه تنها به خاطر عمل عطا و تجاوز، به خصوص در آنانی که به طور مسلسل و اندر ایج یا خرد جوان هستند مورد تجاوز قرار میگیرند و یا توسط به عملیات ترمیم آن شروع کردند که او را ترمیم کنند و یا این معالجات میتواند که از طریق استرکتومی عملیات بیرون ساختن غدوات سرطانی که است معالجه و شها میباشند و یا بایپسی صورت میگیرند. ناسورهای مثانه به طور معمول توسط ترانس و جاینیلی یا لپروس که چونی مسائل تیبیست ما باید ایره بخوانم چون خودم دکتر طب نیستم متاسفانه، از او خاطر ایره ما ترجمه فارسی کردیم که برای معمول توسط ترانس وجینالی یا لپروسکوپی معالجه و ترمیم میشوند. عملی همی پر از سایر اشکال یک صدمه مانمدار او داخل واژگون می سازم. بله بله بله. دیگه امیدوار هستم که مردم ما متوجه از این موضوع شوند و نگذارن و بخصوص دولت وزارت صحیه اینجا نقش داره که نقش داره. بله و هم دولت و این تابلو را شما در امین زمینه امروز آورده بودیم که خلیل جان نازنین آل برای بیننده های عزیزی را به نمایش میگذارن، این تابلو را شما رسم کردیم که اونجا هست. این رسم از این بسیار سخت بود که آدم بتانه که یک آلت هیچ براستی به هیچ قلم و به هیچ چی نمی آید آدم چطور تصور از ایره که آدم وقتی که فکر کنه که مثلا خود ما یک دختر خردسال داریم، یک طفل 4 ساله 6 ساله 7 ساله داریم و اون از این مجبوریت یا از روی یک بعضی موقع رواج و اینا می گیریم، یک نفری که از ده چند
عمر از او 70-60 ساله 50 ساله برای از او برای عرسی میکنه. او از عرسی چیز نمیفهمه. حالا شما ببینیم در این تابلو که شما رسم کردین مثل از ایست که یک پدر کلان دست نوی خود گرفته باشه. اما یک واقعیت است، واقعیت تلخ است. بله بله بله. میگن یک رسم ای بیان کننده هزارها کلمه است. بله بله. و خدا کنه که یک مسیج برسانه برای بینندگان که و ببینن بله. که ما در چی حالت انسان ها قرار دارن و در ای را چطور میتونن که یک نقش بازی کنن که از این جلوگیری کنن. و بسیار مقبول هم نوشتین عنوان دادین که چی گفتین؟ با ازدواج ازدواج های اجباری خاتمه بدهید. بله. اصلا مرج یا آرسی یک ریونیان است، یک مطلب شما هم یک مطلب همونجا خواندین. امرای کدام خانمی بود از ملل متحد؟ از ملل متحد بود، انگلیسی شکر برای زیکی نا از یک شاعر امریکایی که به نام ویلفورد باشیم که نامش است، از ویلفورد آلن پیت ما واقعیت های ازدواج های اجباری را در مقابل شروع کردیم به انگلیسی و بعدا به فارسی ترجمه شد. بله. فارسی شد شما اگر رضایت و خوشی از ازدواج چیز نیست که به صورت آنی و اتفاقی به میان بیاید. اما در واقعیت های ازدواج های اجباری چیست؟ زنان به قصد فرار از ازدواج های اجباری دست به خودکشی میزنن. یک ازدواج سالم باییست پیریزی شود قبلا. دختران و زنان افغان از دام ازدواج اجباری فرار میکنند. در هنر زناشوهری چیزهای کوچک در حقیقت چیزهای بزرگ هستند. فرار از دام ازدواج اجباری از طرف محاکم عالی افغانستان جنایت شناخته شده است. اگر اونا فرار میکنن او را بایستی جنایت کنن. برای دست در دست هم دادن هیچ وقت سن و سال مطرح نیست. بسیار غمگین است که بله. ریختن خون قلب یک عروس خردسال و صدمه زدن روح و احساس او ازدواج نیست، بلکه شیادی و ایلگردی و یک تجلی خشن جبر و تظلم است. بله. به خاطر داشتن این که در طول روز باید حداقل یک بار کلمه دوستت دارم بر زبان برانید، کلمه دوستت دارم را بر زبان برانید، که مردان ما تا آخر عمر نمیگن این کلمه را. اما در ازدواج اجباری چیز این نمودار یک عشق دروغین و کاذب است. تجاوز بر عصمت و حریم یک طفل خردسال است و آن عشق نیست. نیست بله. این که هیچ وقت غضبناک و عصبانی و بستر خواب نروید. بیخوابی ها و دردهای فراوان روحی و جسمی از نتایج آن است. استفاده از دیگر نیست و هیچ وجه زمان سو استفاده از دیگر نیست. اظهار محبت به یک دیگر نباید با ختم ماه عسل پایان یابد، بلکه برای سالیان متمادی باید همچنان پایدار باقی بماند. آنان خواهان یک زندگی عادی و بی دغدغه می باشند. می خواهند با دوستانشان بازی کنند و تحصیل بپردازند و یک دوران کودکی تمام و کامل داشته باشند. داشتن احساس متقابل از ارزش‌ها و مقاصد مشترک است. ازدواج اجباری و قبل از موقع فقر و ناتوانی‌ها برای دختران برمغان می‌آورد. یک جا و در کنار هم به سوی جهان نگریستن است. قربانیان ازدواج‌های اجباری قربانیان خشونت‌های خانوادگی، بردگی، فحشا و تجاوزات جنسی را می سازند. باشید که من تشکیل حلقه دوستی است که همه خانواده را در بر می گیرد. زنان جوان تحت قیودات و فشارهای شوهر و خانواده او بسر می برند.
انجام کارهای برای دیگران، البته نه با رفتار و حالت وظیفه و فداکاری، بلکه با روحیه لذت بردن از انجام آنها. اکثرا تجارب بدرفتاری ها از قبیل خشونت، سوء رفتار و اجبارهای جنسی را اثر می کنند. بر زبان راندن کلماتی که مبین امتنان است و اظهار شکران حقیقی و راستین. مقامات مسئول افغانستان از شکنجه های دختران جوان چشم پوشی می کند. جستجوی بی عیب و نقص بودن یکدیگر نیست. ازدواج با یک صغیر به معنی سوء استفاده از اوست. انعطاف پذیری، تحمل، درک و لطافت طبع. این عمل شنی ازدواج با دختران صادقانه باید گفت صغیر نتایج ناگوار چون زایمان های نارس را به بار آورده و اغلبا به علت خونریزی ها و بغرنجی های عمل زایمان به مرگ دختران جوان منتهی می شود. صفحه آخرش بله. برای زی که ببخشین که من بازم فرصت نکردیم چون وقت بسیار کم داشتیم، ممنون شما که یک بار بخوانیم. پیدا نمودن یک فضای رشد معنوی و پا خواستن برای احقاق حقوق و مجادله برای تثبیت حق. یک جستجوی مشترک به غرض دستیابی خوبی ها و قشنگی هاست. دختران جوانی که در قید ازدواج اجباری در آورده میشن به احتمال زیاد دچار امراض شده و ساعتشان با مخاطره مواجه است. ازدواج فقط زوج مناسب نیست، بلکه به معنی زوج مناسب بودن است. کشف آن است که یک ازدواج در بهترین شکل خود عبارت از چیست، چطور باید باشد. ازدواج صغیر نه تنها برای دختران زیان آور است، بلکه ریشه های بسا بیماری های اجتماعی، فقر، امراض، مرگ و میر مادران، مرگ و میر نوزادان و خشونت ها در برابر زنان می باشد. تمامی علائم فوقانی با عین معزله پیوند دارد. ارگاه معزله ازدواج اجباری اطفال مرفوع شود، تمام موضوعات دیگر نیز آنان بهره‌مند می شود. بسیار خوب. ما باید بله با سنت شوم ازدواج‌های اجباری خاتمه بدهیم. دوستان عزیز باید خاتمه بدهیم. خب میخواستم که در مورد خانمی که از نایجیریا صحبت کردند، بسیار صحبت زیبا کردند، در روز زمینه یکم صحبت کنیم که در نایجیریا چه خبر است. در نایجیریا به صورت عموم از تمام کشورهایی که تنها در نایجیریا نه، کشورهایی که امی ازدواج اجباری صورت میگیرند، بله یک معلومات خلاصه شد در اینجا چون ارتباط یونسف اونا کار میکنن و این معلومات هایی که از اینجا میگیرن و اینا کاملا مستند و دقیق بله است راجع به این موضوع اونا قسم ذکر کردن که در جهان امروزی زیادتر از 700 میلیون زنان که هنوز طفل بودن به قید ازدواج اجباری در آورده شدن. از این جمله هر سی تا یکی که حدود 250 میلیون اطفال را تشکیل میداد پیش از سن 15 سالگی در قید ازدواج کشانیده شدند. دخترانی که قبل از 18 سالگی عروسی کردند به طور عموم از مکتب رفتن و درس و تعلیم محروم ساخته شدند و گذشته از آن زیادتر قربانیان خشونت‌های خانوادگی را تشکیل می‌دهند. دختران جوان بیشتر از دیگران در نتیجه کامپلیکیشن یا پرابلم‌های ولادت تلف می‌شوند و به دامن مرگ‌های زودرس انداخته می‌شوند. کودکان به دنیا آمده از این دختران قبل از موقع به دنیا میان و یا مرده تولد میشن. و همچنان آمارای دیگری که در حال حاضر در 47 کشور دنیا تعداد ازدواج اجباری رو به تسهید است، ولیکن این رقم در خانواده‌هایی که برخورداری مادی زیادتر از دیگران در اختیار دارند کمتر است. بنابراین فقر اقتصادی خانواده یکی دیگر از دلایل است که دختران جوان آنها را در دام ازدواج اجباری می‌اندازد. بنابراین آمارای امروزه
تعداد بیشمار مردمان فقیر قربانیان این جنایات ضد بشری را تشکیل میدهند. بله. و همچنان بر طبق احصای یونیسف اما سال بیشتر از 70,000 مرگ زودرس از نتایج ازدواج اجباری که در اثر آن دختران جوان در انگام عمل و وضع ولادت میمیرند و احتمال مرگ نوزادان دختران کمتر از 12 ساله آنها بیشتر از 60% است. یکی دیگر از دلایل احمقانه که در امر ازدواج دختران کمتر از 12 ساله در بین کشورهای عقب مانده جهان سوم و از جمله افغانستان مأثر است، عبارت از حق تحصیل برای پسران نسبت به دختران جوان بیشتر داده می شود که این البته از نتایج نورم های فرهنگی عقب مانده و قوانینی که این عرف از این عرف ها سرچشمه گرفتند میگوشد. بسیار زیاد تشکر. بله، ولی فقط که بدبختی است، فقط که نه تنها در کشور ما، در کشورهای عقب مانده و در حال پیشرفت این چنین جنایات بله جنایات صورت میگیره و گرفته و همیشه زن پامال بوده. بیاین که خیلی به خاطر از اینکه یک جرعه چای بنوشین میریم با یک آهنگ و از او دوباره برمیگردیم با شما دوستان عزیز میباشیم. جست تا زنده می جان نشوم یار کسی، در هوای تو هم از جان بودم تا نفسی، نکنم جز عوضی عشق تو هرگز عوضی، جست تا زنده می جان نشوم یار کسی، در هوای تو هم از جان بودم تا نفسی، نکنم جز عوضی عشق تو هرگز عوضی، حرف مردم مشنو بایگه با تو مرو، حرف مردم مشنو در دل پاک تو من نور صفا میبینم، در نگاه تو جهان زیبا میبینم، من تو را خوبترین خوب خدا میبینم، من چی شدم که مدام تویی از من تنها، در دل پاک تو من نور صفا میبینم، در نگاه تو جهان زیبا میبینم، من تو را خوبترین خوب خدا میبینم، من چی شدم که مدام تویی از من تنها، حرف مردم مشنو بایگه با تو مرو، حرف مردم مشنو دانی ای دوست که در گلشن جان دانه ای دوست، روز و شب در نظرم چهره مردانه ای دوست، دل من در گروی عشق تو در خانه دوست، من فقط عشق تو هم تو فقط عشق منی، دانی ای دوست که در گلشن جان دانه ای دوست، روز و شب در نظرم چهره مردانه دوست، دل من در گروی عشق تو در خانه دوست،
من فقط عشق توام، تو فقط عشق منی، حرف مردم مشنو با یکبات مرو، حرف مردم مشنو با یکبات مرو، جز تو تا زنده می جان نشوم یار کسی، در هوای توام از جان و ادم تو نفسی، نکنم جز عوض عشق تو هرگز عوضی، جز تو تا زنده من جان نشوم یار کسی، در هوای تو هم از جان بودم تو نفسی، نکنم جز عوض عشق تو هرگز عوضی، حرف مردم مشنو پیگم با تو مرو، حرف مردم مشنو پیگم با تو مرو، حرف مردم مشنو. چطور بود آهنگ؟ آهنگ بسیار عالی، موزیک خوشم میاد، موزیک افغانی ما موزیک است که بدل ما میشینه، از بله. ما میخیزه و از بدل ما جای میگیره. آخه چون امرایش بزرگ شدیم با گوش ما آشناست. بله دکه. و باز خانم پرستو یکی از هنرمندان بسیار برجسته کشور ما هستن. ای آهنگ من از این خاطره دارم، ما در امی استودیو در مقابلشان استاد بودم، در این بغل استودیو در پالی کمره استاد بودم که خدا مغفرت کنه آقای مهریاری عزیز، بسیار جوان اونام رفتن، خدا ببخششان با جمله رفتگان. امشب در برنامه گنجینه هنر، هنر موسیقی، سال آقای رحیم جهانی را تجلیل کردن. بله قرار بود به تاریخ 29 باشه، باز چون از اونا با اون وقت تصادف نکرد برنامه، و امشب بخیر در گنجینه هنر بیننده های عزیز، شما هنرمند عزیز از دست رفته ما آقای رحیم جهانی را میبینید که در موردش هنرمند عزیز ما خلیل جان راغب حرفای خواهند داشت. و همچنان باید بگویم که لباستان بسیار مقبول است، بسیار شیک است، بسیار خوشنوخت و خوشرنگ است. تشکر زکیه جان، لطف میکنین. این لباس ساخت افغانستان است، از صنایع دستی مملکت ماست. بسیار عالی. و این از یک مغازی است که لباس های افغانی دارن به نام افغان بازار در فریمانت است. اونا همیشه لباس هایی که بیاین که نامشان نگیرین که ایلانشان ما تیر نکنیم بر از این که بر ما تلویزیون است، از خاطر تنها موضوع بسیز است. این یک روی است برای ما مردم که در این مملکت معرفی میکنن لباس مارن. و خود یکی از مغازه های افغانی این کار کردن. و یک بله. خدمت است، در عین زمان خانمای افغان و بیوه که دابین افغانستان هستن و اونا را تقویه میکنیم، میخواییم که صنایع افغانستان را تقویه کنیم. این پول با اونا میره؟ بله مفادش دکه البته معلوم دارا. اونا در اونجا کار میکنن، زنای بیوه هستن و این میره لباس ها را تیار میکنن. و دوختشان خودشان میکنه یا که تنها دستوزی و ای دیزاینه اونا درست میکنه؟ بخیر کلش در اونجا تیار میشه، تیار از جمعی آیا من نفهم که امو پروسس چی رقم است، اما ساخت افغانستان است و ما ترجیح میتم که لباسی که در افغانستان تیار شده باشه و لباس مملکت باور کنیم بمی شیکیت و بمی زیبایی که باشه. خب هر کس خوش داره که از لباس داشته باشه. از صنایع افغانستان راستی، صنایع دستیش بسیار زحمت داره، اما یگانه صنایع که مملکت خوده ما خوشم دارم، اما در حین زمان ما هیچ وقت نمیتونم از استفاده کنم. قالین افغانی است. قالین افغانی یک خانمه که او را میسازه، میدوزه یا میبافه، چیش میخواد از دست میتن. ما هیچ وقت قالین افغانی را برای خانه اوار نمیکنم که سرشو آورم. برای تزیین بسیار خوش دارم. خب مثلا آقای کمیاب در پشت بک‌گراند خود قالین تزیین بند کردن، بسیار کار خوب است، اما هیچ وقت من نمیتونم که سر قالین افغانی را برم. در خانه ما قالین ماشینی خریدیم. اما اگر شما فکر نمی کنین که اگر یک قالین افغانی را، یکی دو دانه قالین افغانی را داشته باشین و پول بپردازین، بازم در صنعت صنایع کشور یک کمک کردین؟ او است، اما برای تزیین استفادهش میکنیم. خب به زیر پا نمیندازین، یعنی شما به حرمت نمیسازین. نمیخوام که سر از این را برای زیر کور میشه، چشمای خود عزیز میتنم.
را خور ملحظم قید آمده بود. کسایی که آمده و خانم که این خانمایی که داوین مزار یا داوین پاکستان این قالینا را می بافن یا چی مای خود عزیز دیده و مگرد پشم این را باید ششای از این را چکر برصدق نیزنم. و یکی هم قرقل ببخشید لباس بالا پوش قرقل یا را من هیچ خوش ندارم. بخاطر چی می فهمین؟ خود گوسفند انو زنده می باشه که شکمش ها فورا باید طفلش ها میکشه که قرقل از او دیاتر فروش داره و اما حواس جنگ جنگ بودنش دیاتر میباشه و از او خاطر این بسیار غیر بسیار غیر انسانیست بسیار بیرحمانه. از او خاطر ما با یک برنامه دیدم نمیفهم با چی برنامه بود که در یکی از کشورها نشان میداد که حیوانات مخصوصا امی سگ بیچاره را زنده پوست میکردن که پوست از زیر بر چی میگرفتن و او سگ دیگه چه قسم دلالت نزه بود و پوست میکردن پوستش را میگرفتن خودش را گزلک میکردن و دیگه چشمای از او را که میدیدین شما حالت درد و رنج و یأس از او را درک میکردین از چشمایش. و این کار واقعا درست نیست. ببینین انسان قدر ظالم است. ما شما سر اطفال نابالغ یا نوبالغ صحبت میکنیم. ما انسان ها در مجموع آنقدر ظالم هستیم که در خانه حیوانات، در حریم حیوانات میریم، تعرض میکنیم، اونا را میگیریم، چوچایشان را میکشیم، خودشان را میکشیم. نمیگیم کمی هم یک زنده جان است، یک مادر است، چقدر رنج گرفته، چقدر ای را بطن خود نگاه کرده و این طفلش است، مادر مادر است، حیوان و انسان نداره، مادر مادر است و این میکشیم، میخوریم و از پوستش استفاده میکنیم. اگر شما نگیرین، اگر من نگیرین، من متاسفانه دارم هم پوست بالا پوش پوست دارم و هم شالشه یا لانشه ببخشین دیگه من دارم بخاطر نه نه اصلشه اصلشه بله. بخاطر چی؟ بخاطر از اینکه وقت شما میبینین که این کار شده قبلا شده و شما اگر نخرین یک آدم دیگه میخره. اما اگر به صورت مجموعی با گونه مجموعی کل مردم یک اعتصاب کنن و از پوست استفاده نکنن. در نیویورک هست، در نیویورک مردم هم گروپی که زده چیز هستن بر علیه انیمال کرولتی، اونا بسیار در این موضوع بسیارن. اگر یک کسی بگه که کود بپوشن او را چی میکنن؟ عمله میکنن بله. اما اگر این به صورت عموم در تمام کشورها از هفت نفری که شروع کنه یک نفر که اینمی کار دیگه نشه از طرف مثلا یک جریمه بگذارن مثل که در هندوستان است. در هندوستان بسیار نمیفهم قانون انسانی زیاد است. ما 8 سال در هندوستان زندگی کردیم نایجان عزیز. اینقدر قانونشان انسانی است، اینقدر عاطفه است، اینقدر مهربانی است، اینقدر فروتنی است که شما که میبینین از انسان بودن خوشتان میه. اونا اجازه ندارن. حتی اگر نفرهای دیگه خونی همی هنرپیش های فیلمی که اگر روز میرن و شکار میکنن یک ایوانه یا یک مرغ یا یک اصلا او زندانی میشه با هر چطور واسطه جریمه ها میشه زندانی میشه. کس حق نداره یک آهو، یک مرغ، یک پرنده، یک حیوان اینا از بین ببرن. حتی برای پشه، برای حشرات، برای خزنده ها اینا دوای برای کشتنش ندارن، نمیسازن. پشه در اونجا بسیار زیاد است. در وقت ماه جولای که وقت برساتشان است پشه فوق العاده زیاد میشه. در اونجا بازی اینا یک دوای میسازند که در چراغ تیر میکنین و مواد مندازین پشه را گنگس میکنه شد. از طرف شد باز روز اینا پس زنده میشن میپرد میره. خدا کشور اما در این زمان که انسان دوستیست یا بشر دوستیست اما بسیار فقر و مریضی و بیچارگی هم زیاد است. مثلا مردم هستن که اونا رو کور میسنن با قصد که او گدایی کنه و برشان مثلا خوی خوب باند هست، خوب باند هست، مثلا مردم کور هستن دستشان قطع میکنه، پایشان قطع میکنه. اینجا گروپ دکتر هستن که ما نه
رخصتی خوده همیشه میرن در هندوستان و مریضا را که کور هستن اونا را عملیات میکنن. یک مریضی به نام کاتراک است و از کوری میشه برشان و با $100 یک نفر نجات میتن و این گروپ دکترها همیشه سال یک دفعه رخصتی خود میرن با اونجا و این مریضی ها را تداعی میکنن. شما فکر کنید که چه انسان های خوب هم در دنیا وجود داره که وقت آدم میشنوه خوشنود میشه که شکر که چنین انسان هایم هستن و در مقابلشان باز اطور انسان هایم هستن که یک دختر جوان مثل فرخنده را بروی سرک در روز روشن او قسم میکشن و اطور میسوزانن. و تازگی ها در فیسبوک خواندم یا در خبرها بود شنیدم که یک مرد، یک صاحب منصب، خانم 25 سالی خوده که یک طفلک یک سالام داره، او را اولا قدر لط کرده و کوب کرده و بعد آب خبر را دید که ای را باز در داده. بازی دخترک نجات یافته، به شفاخانه است امیاله که تنها رویش نجات یافته. جان بدنش دکترها گفت که بسیار خطر متوجهش است، شاید ما بتانیم نجات بتیم، شاید نتانیم نجات بتیم. شما فکر کنین که چطور میتانه ای به هندوستان هم است در بعضی قبایلشان، قبیله هایشان، بخاطر از اینکه همین فیلم های این دیده کال میبینین زیاد بر علیه این همین چیزا مبارزه دارن. بله، زیاد مبارزه میکنن، فیلم پر میکنن. مگر در افغانستان هم آله هم در میتن، هم میکشن، هم سنگسار میکنن، هم یک بابگک، یک ببخشین دیگه به سنش بی احترامی نمی کنم، حیثیت پدر مرا دارم، مرا عفو کنین که گپ زشت از زبان من خارج شد. یک ملا، یک ملای مسن که دو لاست و او ملا یک خانم شانده و دیگرا مردها دور دور استاد هستن، یک زن نیست کلش مرد و این ملا ایر شلاق میزد. اونم اونجا که ایر شلاق میزد من به خود میگفتم که یک کس نیست که از این ملا، از این آقا سوال کنه که در طول زندگیت تو جنایت، تو خیانت، تو زنا، تو کار خراب انجام ندادی، تو را کی شلاق بزن؟ آیا تو اینقدر پاک و منزه هستی که مثل پیامبر به خود اجازه میدی که یک نفر شلاق بزنی؟ آیا هستی اینطور؟ فکر نکنم که پیامبر به خود اجازه را نمیداد. یعنی پیامبر پاک بود. بله. مقصدم است که تو مثل از او پاک باشی. تو چطور میتونی که از زن بشانی و به او شلاق بزنی؟ آدم نرمالی کار نمیکنه. و این مردم افغانستان فکر کنید که 40 سال است که در مملکت جنگ بوده، جنگ و خشونت دیدن، کلان شدن، در اونجا زندگی کردن، برشان این کار عادی است. ما وقتی که موضوع فرخنده را دیدم که مردم بسیار خوشردانه می آمدن، فلم می گرفتن، سل می کردن، تیر می شدن، برای از اونا برسی که دمی چیزا کلان شدن، دیدن در پیشوریشان روز نفر کشته شده. در حال که عاطفه از اونا باید بسیار رقیق شود، باید میشد خودشان هم دیدن خوشنطا را سر خود تیر کدر باید اینا اقده دارن زد زیگپا باشد. متاسفانه خوب گمش کنین همی زور که بود، زور که میگفتم قالب نداره، واقعا زور قالب نداره. زور که داشتن، اگر پیسه داشتن، اگر پول داشتن، اگر قدرت داشتن، اگر چیز سشان شد انجام میدهن. خب ما شما سر از این موضوع صحبت میکنیم که در همون روز شما که این شعر یا این طرح را خواندین با او خانم، بسیار دلچسب بود، بسیار جالب بود و عایشه جان وهاب هم بسیار سخنرانی زیبا کرد. یعنی یک دختر جوان، یک سیاستمدار جوان افغان است. بسیار ما جوان کار داریم که بیان پیش قدم شوند در موضوعات و پیش ببرن. برای از یک ماه روز عرض روز بله بسیار من خوشحال شدم رونا جان پوپل خوب صحبت کردن و همچنان خود دکتر سید فرید یونس در آخر بسیار از همه تشکر کردن، بسیار خوب صحبت شما راستی و اما بیانی شما واقعا بسیار عالی بود که من برای از نفرهای ملل متحد ترجمه انگلیسی برشان گفتم. بله 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 بسیار زیاد گفتی خودشان که پروفاوندد بود واقعا با احساس و پر محتوا. خود درد ما خود ماست دیگه. بله. درد ماست که ما هر روز میبینیم با امی درد نفس میکشیم، با امی درد میریم به بستر خواب، با امی درد بلند میشیم صبح ها از خواب و این درد همیشه همراه ما هست. بله. شما چیز دیگه دارین؟
و تنها در بعد از یک موضوعات انتخابات اینا شده میفهمین که اوضای بسیار اوضای ابتر است و ما به دفتر دسترکتاتونی استیم غیر از اینکه ما خدمات عامه که یکی از امتیازات است اما یک مسئولیت ما داریم. بله. مسئولیت عظیم است که بله. و عیسیت جامعه ما و عیسیت مردم ما ایره ما به دوش خود داریم و چون ما به دفتر دسترکتاتونی کار میکنم به این اساس یک نمره تلفن عاجله به نام هیت کرایم کرایم یا جنایات نفرت انگیز که در مقابل مردمای اقلیت هاست صورت میگیره در مقابل امریکا مهاجرین در مقابل مردمی که یعنی مثلا مسلمان هستن و از ادیان گوناگون هستن و در اینجا یعنی از خود امریکا سیتیزن امریکا هستن اما از جمله اقلیت هستن از اونا چطور امایه میکنن از اون خاطر یک تلفن مخصوص یک هاتلاین ماندن که اگر کسی مواجه میشه به این احمال یا کردار نفرت انگیز به این نمره تلفن مردم امریکا بله خب یعنی باشه به اجازهتان که ما یک بار دیگه بر بیننده عزیز بگویم که نمریش هست خب بخونیم بفرمایید دفتر دیسترکت اتورنی الامیدا کانتی به هیچ وجه گفتار و کردار نفرت انگیز و جنایات ناشی از آنها را بر علیه ساکنین منطقه تعامل نمی کند ارگاه کسانی سخنان نفرت انگیز بر علیه شما و یا وابستگان شما به زبان می رانند و یا اگر شاهد حرکات و سخنان نفرت انگیز در برابر دیگر ساکنان این منطقه هستید لطفاً این جنایات را مستقیماً به شعبه پلیس محل سکونت خیش اطلاع بدهید و لطفاً یک پیغام کوتاه از چگونگی حادثه به ضمیمه نام و شماره تلفن خود در آخذه تلفن ما بگذارید مامورین و معزفین دفتر دسترکتاتونی در ظرف یک روز با شما تماس گرفته و به جواب شما خواهند پرداخت. تشکر. امیدوار هستیم همیشه در یک مسئولیت کامل بسر برید. و نمره تلفن است 510-208-4828. اگر یک مرض یک خطر بسیار شدید قرار دارید با نمره 911 تماس شوید. و نمره را یادداشت کنید اگر قلم است. باشین که من همین نمره را به اجازهتان بخوانم. 510-208-4828 بازم برتون تکرار میکنم این اعلامیه به خاطر ازی است که امروز چون دولت امریکا تغییر کرده مبادا خدای نخواسته شخص یا کس یا در دفتر کار شما یا در سرک یا در بس یا در بارت یا در هر جایی که شما باشین اگر مورد اهانت و تحقیر و تهدید یکی از شخصیت از افراد این مملکت یا این کشور قرار میگیرین لطفاً به نمبر 510-208-4828 با تماس شوین و اسمتان را بگذارین، نمبر تلفنتان را بگذارین و بلسان‌های مختلف است. و بلسان‌های مختلف است. مثلا 510-208-4828 اینمی نمبر امرایتان داشته باشین و اگر بسیار دیدین که آنان در یک تهلکه قرار دارین شما به 911 زنگ بزنید. نمره تلفن ۵۰۰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 
تشکر زکیه جان از کمکتان ایره و در این زمان من فکر کردم که شما چون برای کمیونیتی افغان بسیار کمک میکنین، من لازم دیدم که یک دفعه که بسیار خود برتان بیارم. خواهش میکنم از برای خودم یک ایران افغانیز چون خودم خوش دارم. بسیار تشکر. به 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 همی صنایعی که گفتین واه واه بسیار الله بسیار مقبول باشین که ما بر بیننده های عزیز نشان نتم. اول خانی روی تان ببوسم. تشکر. از احساستان از محبتتان بسیار زیاد تشکر. بسیار مقبول است که سر پتلون پوشیده میشه و
بسیار آلاست، بسیار آلا. خب من فقط پتلون می پوشم، بعد دامن و پتلون هر چیز پوشتم. خب این عبای دست این کار دست است، این گند است، ما گند می گفتیم و آستینایش هم گند داره، بسیار مقبول، بسیار زیاد تشکر، بسیار لطف کرده، بسیار زیاد تشکر. انشالله در دیگه یک محفل یک تجلیلی که بود از امی احمد امی تجلیلی که در کرسمس بپوشین، کرسمس به ارتباط یلدا است، میفهمین که یلدا اصلا از آسوری هاست که 4000 سال پیش بله. تجلیل میکردن آخری بله. شب خزان بود که شب اول زمستانی بود، زمستان ماشلم بله. 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 مردم یک جای میشنن بله. مثلا شیر میخواندن و غذایی که چی بله. قصه ها میگفتن بله. بخاطر که اون شو دراسترین شو است، تاریک ترین شب و دراسترین شب و آسوری ها مردمی بودن که اینا افتاو پرست بودن و افتاو پرستش میکردن. یلدا به معنای تولد افتاو بود بله. بله. تولد افتاو جشن بودن، از اون خاطر هر چیز سرخ شفق افتاو بله. میفرامد امو رنگ سرخ تجلیل میکردن و آلی وقتی که کریسچنیتی آمد و مردم به اینا پناه بردن، یا یک امپراتوری کلان بود که افغانستان و ایران و سوریه و یمن و ترکیه و یا کلش زیر یک چی بود امپایر یا یک چی بود یک سلطنت بود بله. با اینا پناه می بودن و اینا رو کمک میکنن بله. از اون خاطر تولد امو پیغمبر خود حضرت عیسی را در می تاریخ ماندن که شب کریسمس است. کریس به معنای تولد در زبان آسوری است و مس یعنی به معنای تجلیل بله. و این درخت سبز یعنی که سبزی می آیا و بهار پس می آیا و افتاو بر ما یک برکت می آره و کریسمس اصلا جشن مذهبی ایت نیست، یک جشن عنعنوی است که اصلا از ما و شما ماته و ما ایران ماته هنوز هم تجلیل میکنن به نام یلدا میگن آه. اما ما هم تجلیل میکردیم در کابل به نام یلدا، اما نه به نام کریسمس، به نام یلدا. حالا شما گفتین که کریسمس از ما هست، ما سر سال نو خود چقدر جنجال هم رای از این ملاها داریم که دست بس هم که بگویم خب بلکل سرما و پیشانی ما باور میکنیم. پارسال ما در جای کار ما یک پروگرام داریم که راجع به کلچرهای مختلف باید گپ بزنیم. ما از این شب یلدا و کریسمس راجع به این نوشه کردیم و در دفتر ما بند کردیم که بله. مردم بخوانم چی است بله. و از پیش یکی از دوستای ما یک سرمیزی سرخ کار داشتم اونا به یک مسجد علمیدا به نام آقای کاگدای میکنن رئیس شستن، از خانه از اینا یک سرمیزی اینا آوردم و برشان امی موضوع رو گفتم و رخ خواهر برشادم گفت نایی جان شما یک مشکل بسیار کلان ما رو حل کردیم، برای زیفی کلانای ما امرای جوانا بسیار دهی یک پرابلم دارن که جوانایشان میگه که ما درخت کریسمس میگیریم، ما میخوایم تجلیل کنیم اما کلانا نیمانه. گفت اینی بسیار یک پرابلم حل میکنه که وقتی بفهمند که نه کریسمس موضوع نه گناه است و نه مذهب است و نه داخل نیست، یک موضوع خوشبینی بر زندگی است بله. هر بله. تجلیل که میکنیم سالگره پایوازی آرسی کریسمس یک بحانه بر یک داشتن بر یک خوشبینی بر زندگی است بله. خلاص بله. ایچ چیزی موضوع بله. این خوب است که مثلا ارتباطات نزدیک مثل توی یکی بردگر توفه میتن بله. چقدر خوب است بله. بله. خوش شما یه توفه کریسمس برمدادین لطف کردین ولی ما دست خالی ببخشین اما یک چیز برتان میگم که ما عقیده ما نباید اینقدر ضعیف باشه، اینقدر سست باشه که ما سر از این موضوع ها دین ما را صدمه بزنن. نه هرگز، هرگز دین ماست، در وجود ماست، در قلب ماست، در مغز ماست، در روان ماست. اما بیاییم که با تمام انسان ها محبت کنیم و هر روز عنعنویشان را برشان تبریک بگوییم، با ایشان خوشی بکنیم و روزهای خود ما را تجلیل بکنیم و اونا بر ما تبریک بگوین که میگن ایت مبارک، بار بار بر ما گفتن ایت مبارک بله. دیگه از لطف و حضور شما بسیار زیاد تشکر میکنم، از این توفیق گران به هایتان بسیار زیاد تشکر. شما موفق و سرفراز و معید باشین انشالله، تا برنامه های بعد باز هم شما رو زحمت خواب دادیم، لطف کردیم، ممنونتان. بیننده های عزیز در هفته آینده انشالله اگر خواست خداوند بود با جناب دکتر فرید یونس خواهیم بود که با حرفه های بسیار دلچسب و جامعشان که اونا از هر رشته که صحبت کنیم
صحبت میکنه بله. مثل که امیال ما و شما حرف ما از کجا به کجا کشید به شب یلدا و کرسمس آمدید. خب از توجه بله. شما بسیار زیاد تشکر میکنم. از خلیل جان راغب تشکر، از همکار نازنین ما رضا جان در استودیوی مرکزی تشکر و شما رو به خداوند می سپاریم. خدا نگهدار.